سلام. با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 12 ماه قوس سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. افزایش حمله های هوایی ناتو بر خاک پاکستان، ناتوانی شمار از وزیران در مصرف بودجه های توسعیشان و مخالفت روسیه با تحریم های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران. مشروع خبرها. ناتو می خواهد که برای نابودسازی و فشار آوردن بیشتر بر پایگاه های اصلی حراس افغانان حملات هوایی را در خاک پاکستان افزایش دهد. روزنامه گاردین نگاشته است که ناتو بران شده است تا برای نابودسازی حراس افغانان یک عملیات بزرگ نظامی را در بخش های شرقی کشور براه بیندازد. مقام های ناتو هدف از افزایش حملات هوایی را بر خاک پاکستان سرکوب کردن شبکه حقانی و دیگر گروه های حراس افغان در این کشور گفتند. در همین حال فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نظامیان این کشور در مرز میان افغانستان و پاکستان دستور داده است تا در برابر هر گونه حمله بیدرنگ پاسخ بگویند. ولی آریان گزارش می دهد. درست یک هفته پس از حمله هوایی ناتو بر 3 پاسگاه امنیتی پاکستان در منطقه مهمند جنسی، روزنامه گاردین نگاشته است که ناتو می خواهد تا برای نابودسازی حراس افغانان و فشار آوردن بر لانه های اصلی حراس افغانان در پاکستان حمله های هوایی را در این کشور افزایش دهد. گاردین از زبان مقام های ناتو نگاشته است که هدف از افزایش حمله های هوایی بر پاکستان سرکوب ساختن شبکه های حقانی، گروه ملا نظیر و حفیظ گل بهادر گفته شده است. مقام های ناتو میگویند که یک عملیات نظامی بزرگ را برای نابودسازی حراس افغانان در بخش های شرقی کشور نیز را اندازی می کنند. نابودسازی پناهگاه های حراس افغانان در شرق افغانستان یکی از تغییرات در عملیات های ماست. هدف از این کار کاهش نفوذ حراس افغانان در شرق کشور است تا زمینه برای روند انتقال فراهم شود. این هم تصاویری از بیرق طالبان در نزدیک پاسگاه نظامیان پاکستان در منطقه مهمند جنسی. پاسگاه هایی که هفته پیش آماج حمله هوایی ناتو قرار گرفتند و در آن 28 نظامی پاکستان به شمول 2 افسر این کشور کشته شدند. به دنبال این حمله فرمانده ستاد ارتش پاکستان به نظامیان این کشور در مرز میان افغانستان و پاکستان دستور داده است تا در برابر هر گونه حمله بر پاکستان بیدرنگ و با تمام امکانات پاسخ بدهند. اختیاراتی را که فرمانده ستاد ارتش پاکستان به شیوه خود به فرماندهان داده است بخشی از راهبرد عملیاتی اوست و یک راهبرد داخلی اردو شمرده می شود. هر کاری که او انجام می دهد برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور است و ما از آن پشتیبانی می کنیم. اشفاقیانی بر نیروهای خود در مرزهای افغانستان اجازه از این داده که زمانی که حمله میشد اینا به حمله متقابل بپردازند. این من فکر میکنم که از یک طرف بی‌بندوباری ها را ایجاد میکنه، از طرف دیگه وسیله میته برای اینکه پاکستان به عملات سرحدی خودش به خاک افغانستان بیشتر شدت ببخشه و هر زمان به حمله بپردازه و جوابش همین باشه که برای علی ما حمله صورت گرفت. در این میان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان از همکاری در بررسی این رویداد خودداری کرده است. سخنگوی پنتاگون بر بررسی ها درباره این رویداد تاکید می ورزد و از پاکستان می خواهد تا در این بررسی ها شریک شود. این حمله به هیچ صورت یک حمله عمدی از سوی ارتش ایالات متحده آمریکا بر پاکستان نبوده است. این به گونه روشن یک اقدام نظامی بود. این رویداد زیر بررسی است و ما می خواهیم که بررسی ها ادامه یابند تا نتایج روشن شوند. کشته شدگان این رویداد نیروهای پاکستانی هستند، نه غیر نظامیان. با باور آگاهان دادن صلاحیت های زیاد به فرماندهان نظامی پاکستان در بخش های مرزی و کوهستانی بسیار خطرناک خواهد بود و نیز مشکلات را در افغانستان افزایش خواهد داد. بسته شدن راه های تدارکاتی ناتو و سوی پاکستان هیچ اثر ناگوار بر ادامه مأموریت این نیروها در افغانستان نخواهد داشت. سخنگوی آیسف و بیان این مطلب میگوید که ادامه این کار پاکستان این نیروها را وا می دارد تا راه های دیگر را برای انتقال مواد اکمالاتیشان به افغانستان جستجو کنند.
در همین حال سخنگوی آیسف از پایان بررسی هایشان درباره حمله های ناتو بر یک منطقه قبایلی مهمند ایجنسی تا یک ماه دیگر خبر می دهد. شریف امیری گزارش می دهد. حمله هوایی یک هفته پیش ناتو بر یک منطقه قبایلی مهمند ایجنسی که در آن 28 تن به شمار دو افسر پاکستانی کشته شدند، واکنش های جدی این کشور را برانگیخته است، چنان که این کشور به گونه اعتراض در نشست بن نیز شرکت نخواهد کرد. سخنگوی آیسف در گفتگوی ویژه با تولو نیوز هرچند پایان بررسی ها را درباره این رویداد زمانگیر می گوید، اما تلاش ها برای پایان این بررسی ها تا یک ماه دیگر خبر می دهد. این رویداد بسیار پیچیده و دشوار است. در حال حاضر ما می کوشیم تا شواهد کافی درباره این رویداد گردآوری کنیم و سپس این شواهد را به گونه دقیق بررسی کنیم. این بررسی ها زمانگیر خواهد بود. گروه بررسی کننده ما گفته است که بررسی هایشان تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد شد. در این حال یک عضو هیئتی که برای بررسی این رویداد به بخش های شرقی کشور رفتند به تولو نیوز می گوید که بررسی های نخستینشان نشان می دهند که نخست نظامیان پاکستانی بر نیروهای افغان و ائتلاف حمله کردند. وی که نمی خواهد نامش گرفته شود تاکید می ورزد هنگامی که طالبان در محل این رویداد دیده شدند، نیروهای افغان و ائتلاف خواستند تا آنان را آماج قرار دهند، اما نیروهای پاکستانی بر این نیروها آتش باری کردند. بررسی های نخستین نشان میدند که نظامیان پاکستانی در 1.5 کیلومتری به نقطه صفر مرزی افغانستان و پاکستان پاسگاه ساخته بودند و در حدود 100 طالب از این پاسگاه عبور کرده بودند به افغانستان. هنگامی که نیروهای افغان و ائتلاف میخواستند طالبان را محاصره کنند، همزمان با آمدن یک چرخبال پاکستانی نظامیان این کشور بر این نیروها گلوله باری کردند و طالبان را از این محل انتقال دادند. نیروهای ائتلاف با قرارگاه مشترک نیروهای پاکستانی، افغان و خارجی این موضوع را در میان گذاشتند، اما پاکستانی ها از وجود پاسگاهشان در این محل انکار کردند. پس از آن نیروهای ائتلاف یک جنگنده و دو چرخبال را به کمک خواستند و این پاسگاه را آماج قرار دادند. به گفته از این هیئت به علت آنچه که پاکستان در نشست بن از سوی شرکت کنندگان این نشست در چالش های افغانستان مقصر دانسته می شد، می کوشید تا در این نشست شرکت نکند و از این رو به این کار دست زد. با این همه پاکستان در اعتراض به این حمله از یک هفته بدین سو تمامی راه تدارکاتی ناتو را در خاکش بسته است. اما ادامه این کار از سوی پاکستان چه اثر بر ادامه ماموریت ناتو در افغانستان خواهد گذاشت؟ نخستین واکنش ناتو در برابر این تصمیم پاکستان متوقف ساختن کاروانهای مواد تدارکاتی ناتو در پاکستان بود. در حال حاضر ادامه بسته بودن این راه از سوی پاکستان هیچ اثری بر ادامه ماموریت ما در افغانستان ندارد، زیرا ما مواد کافی در اختیار داریم و از این رو ما زمان کافی برای تصمیم دیگری در این باره خواهیم داشت. اما یک چیز را باید بگویم که راه‌های دیگری هم برای انتقال مواد تدارکاتی ناتو به افغانستان وجود دارند. آگاهان به این باورند که پاکستان در گذشته ها نیز در کار مبارزه با هراس افغانی صادق نبوده است و اکنون این کشور با بستن راه های تدارکاتی ناتو و نیز شرکت نکردن در نشست بن می کوشد تا پول بیشتر از سوی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا به دست آورد. رئیس جمهور کرزی نشست بن را به سود افغانستان و جامعه جهانی می داند. وی که برای شرکت در این نشست به آلمان رفته است، از همکاری های آلمان با افغانستان ستایش می کند. در همین حال مقام های افغان و امریکایی شرکت نگردن پاکستان را در نشست بن به زیان پاکستان می دانند و تاکید می ورزند که این کار پاکستان را تنها خواهد ساخت. رئیس جمهور کرزی شام دیروز به وقت آلمان به شهر بن رسید. وزیر خارجه آلمان در فرودگاه هوایی بن از رئیس جمهور کرزی پذیرایی کرد. رئیس جمهور کرزی هنگام سخنرانی در فرودگاه بن نشست بن را برای تامین ثبات در افغانستان خیلی ها مهم خواند. این یک لحظه هیجانی برای من است که یک بار دیگر و همزمان با سال روز نشست نخست بن درباره افغانستان در آلمان هستم. آلمان یک کشور ثابت قدم و دوست قدیمی افغانستان می باشد و از زمانه های دور به این سو به ویژه در جریان 10 سال اخیر با ما بوده است. آلمان در صف نخست کشورهای کمک کننده به افغانستان است و قربانی های نیز برای آمدن ثبات در کشور ما، منطقه و فراتر از آن داده است. حضور ما در اینجا نشان می دهد که حمایت مردم و حکومت آلمان با ما است. برای رئیس جمهور کرزی فردا با بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز
دیدار کنند و پس از آن قرار است در ضیافتی که سوی وزیر خارجه آلمان برگزار خواهد شد شرکت کنند. گفتنی است که مقامات افغان و آمریکایی عدم حضور پاکستان یا در نشست بن بیشتر به ضرر مقامات و یا کشور پاکستان میانند. یک مقام افغان که نخواست نام از او برده شود آباتونیز گفت عدم حضور پاکستان در این نشست به نشست صدمه ای وارد نخواهد کرد، اما پاکستان در مسئله افغانستان تنها گذاشته خواهد شد. بدین که در نشست بن بیشتر از 90 کشور حضور پیدا خواهند کرد، عدم حضور پاکستان پاکستان را در منطقه و وسطی جهانی تنها خواهد ساخت. همچنان مقامات امریکایی نیز نگاههای مشابهی در این رابطه دارند. از نظر مقامات امریکایی عدم حضور پاکستان بیشتر نقش پاکستان را در منطقه تضعیف خواهد کرد و این کشور نخواهد تانست در روند صلح در افغانستان بیشتر و نفع خود پاکستان هم هست نقش ایفا بکند. گفتنی است که در حاشیه نشست که قرار است پس فردا برگزار شود تظاهرات هم گفته میشه که در محل برگزاری نشست از طرف شهروندان آلمان سازماندهی شده و شهروندان آلمان حال فراخواندن سربازان خود از افغانستان هستند. مشاهده کاکر، ترو نیوز، شهر بن، آلمان. پاکستان در نشست بن شرکت نمی کند. وزیر اطلاعات پاکستان می گوید که مقام های دفاعی این کشور پس از مشورت های بسیار تصمیم گرفتند تا پاکستان در نشست بن شرکت نکند. وی تاکید می ورزد که راه های تدارکاتی ناتو در خاک پاکستان نیز برای همیشه بسته خواهد شد. در همین حال کاخ سفید تاکید می ورزد که نشست بن به سود امریکا خواهد بود و واشنگتن در این نشست اعلام خواهد کرد که امریکا پس از سال 2004 میلادی هم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. ولی یاریان گزارش می دهد. همزمان با نزدیک شدن برگزاری نشست بن حکومت پاکستان تصمیم نهاییش را گرفته است و در این نشست شرکت نمی کند. وزیر اطلاعات این کشور می گوید که مقام های دفاعی پاکستان پس از مشورت های بسیار تصمیم گرفتند که در اعتراض به حمله هوایی ناتو بر مهمند جنسی در نشست بن شرکت نکنند. نشست بن که در آن بیش از 85 کشور شرکت می کنند ظاهراً پاکستان در میان آنها نیست و این کار هیچ اثر منفی بر این نشست نخواهد داشت. اگر پاکستان در این کنفرانس شرکت می کند به نظر من شاید بالاتر از 50% منفعت پاکستان در این می بود، ولی که تصمیم عجولانه چطور گرفته شده و نمی دانم که پشت پرده کدام سیاست تعقیب می شه. به نظر ما این به ضرر پاکستان است. با این همه کاخ سفید میگوید که اگر پاکستان در نشست بن شرکت کند یا نکند این نشست به سود امریکا است، زیرا در این نشست فرصت خوبی برای واشنگتن است تا اعلام کند که امریکا پس از سال 2014 میلادی هم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. کاخ سفید تاکید می‌ورزد که امریکا در منطقه منافع راهبردی دارد، از همین رو پس از سال 2014 میلادی نیز افغانستان را کمک خواهد کرد. وزیران که بودجه های توسعه‌شان را بیش از 30% مصرف نکردند باید به لوی سارنوالی معرفی شوند. شمار از رئیسان کمیسیون های مجلس نمایندگان با بیان این مطلب میگویند وزیران که بودجه های توسعه‌شان را تنها 40-50% مصرف کردند باید استیضاح و عزل شوند. در همین حال آنان خواستار ستایش آن وزارت هایی هستند که هزینه های توسعه‌شان را بیشتر از 65% مصرف کردند. صالح سادات گزارش میدهد. مجلس نمایندگان با بررسی قطعیه سال 1389 هجری خورشیدی مصرف نشدن بودجه توسعه امسال را به گونه لازم سخت انتقاد می کنند و می گوید که شمار از وزارت ها حتی 30% بودجه توسعهشان را هم مصرف نکردند. در همین حال این مجلس می گوید که بر بنیاد قانون اساسی تصویب و افزودن بودجه تنها از صلاحیت های شورای ملی است، اما وزارت مالیه برخلاف قانون اساسی 16 میلیارد افغانی را بر بودجه عادی سال گذشته افزوده است. آنانی که 30% بودجه خود مصرف کردن علاوه از اینکه عزل میشن با سارنوالی من حیث کسایی که خیانت ملی را مرتکب میشن معرفی شدن. آنانی که 50% و کمتر از اون مصرف کردن مستقیما عزل شدن. با گفته رئیسان این کمیسیون ها حکومت در سال گذشته کمتر از 40% بودجه توسعه‌اش را مصرف کرده است. آنان می افزایند برخی از وزارت ها از بودجه احتیاطی بیشتر مصرف کردند. ریاست عمومی اداره امور دانشگاه شورای وزیران امیر اداره پروژه شما معلوم نیست و مصرف شما صفر است که پروژه هم اختیار نداره. یک چیزی بسیار کنم در اینجا آمده. اکثریت وزارت ها بودجه خود مصرف
نه به خاطر این نکرده که در ولایت در اون پروژه در منطقه که پروژه قرار داشته و امنیت نبوده، به دلیل از اینکه تلاش‌های در داخل اداره صورت گرفته تا قراردادی دلخواه خود پیدا کنه. با گفته این نمایندگان، پیش از این وزارت مالیه گفته است که این وزارت تنها 3 میلیارد از درآمدهای داخلی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد، اما اکنون دیده می‌شود که این وزارت 9 میلیارد افغانی را در اختیار حکومت قرار داده است و این یک تفاوت بزرگ را نشان می‌دهد. این نمایندگان می‌افزایند که بیشتر وزارت‌ها در مصرف بودجه توسعه‌ای تخطی‌های فراوان دارند و در این باره باید به مجلس پاسخ گویند. بیماری ایدز در کشور در مقایسه با پارسال 50% افزایش یافته است. به گفته سرپرست وزارت صحت عامه، این بیماری پارسال به 650 رویداد در این وزارت ثبت شده بود و در حال حاضر این رقم به بیش از 1200 رویداد رسیده است. در همین حال وزارت صحت عامه تفاهم نامه ای را با وزارت های ارشاد، حج، اوقاف، امور زنان، مبارزه با مواد مخدر و وزارت عدلیه برای مبارزه با این بیماری امضا کرد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد. روز جهانی ایدز در کشور در حال برگزار می شود که بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در سال روان تا کنون بیش از 1200 رویداد این بیماری در این وزارت ثبت شده اند. به گفته وزارت صحت عامه، بیشترین بیماران ایدز کسانی هستند که پیش از این به مواد مخدر معتاد بودند. یافته های امسال وزارت صحت عامه نشان می دهند که امسال 1250 رویداد بیماری ایدز در این وزارت ثبت شدند، در حالی که پارسال این شمار به 650 رویداد می رسید. از سوی هم بررسی های UNAIDS و سازمان جهانی بهداشت نشان می دهند که بیماری ایدز در افغانستان به 3000 رویداد رسیده است و 85% بیماران ایدز معتادان مواد مخدر هستند. وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان در آگاهی و اطلاعات در مورد وقایع HIV برای عودت کنندگان مهاجر با ما کمک خواهند کرد. جوامعی که در یک چوکات معین، چوکات خاص مثلا مانند اسلام، یک چوکات خاص اسلامی خود در حرکت است و میره پیش میبره زندگی خود، باید متوجه ازی باشه که از پدیده های منفی دیگرا متوجه باشه، اجتناب کنه. این هم گفته های شماری از بیماران مبتلا به ایدز. اکثریت کارمندان صحی هرگاه به این مسئله آگاهی می داشتید، ما به این قدر به چشم حقارت دیده نمی شدیم. در همین حال وزارت صحت عامه برای مبارزه مشترک با این بیماری روز شنبه تفاهم نامه ای را با وزارت های ارشاد و عج و اوقاف، امور زنان، مبارزه با مواد مخدر، وزارت عدلیه و وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان امضا کرد. و روسیه با تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران مخالف است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بر حل منازعه هسته‌ای ایران از راه گفتگوها تاکید می‌ورزد و می‌گوید که دیگر نیاز نیست تا تحریم‌های بیشتر بر این کشور وضع شوند. در همین حال جو بایدن معاون باراک اوباما از ترکیه می‌خواهد تا سخت‌ترین تحریم‌ها را بر ایران وضع کند. هرچند تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دوره تحریم‌ها را بر ایران وضع کرده است، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بر اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه یک تاکید می‌ورزد و می‌گوید که با تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران دیگر ضرورت نیست. این تهدیدهای حمله احتمالی نظامی بر ایران اثرگذار نیستند. از همین رو ما فکر میکنیم که اعضای مسئول جامعه جهانی باید با هرچی در توان دارند برای دستیابی به یک شیوه خوب کار نمایند. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در ترکیه سخن میگفت، بر توقف فعالیت‌های هسته ایران تاکید می‌ورزد. جو بایدن افزایش فشارهای جهانی را بر حکومت ایران یک ضرورت می‌داند و از حکومت ترکیه می‌خواهد تا سخت‌ترین تحریم‌ها را بر ایران وضع نماید. سال گذشته میلادی ترکیه با 4مین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران رأی مخالف داد، اما اکنون روشن نیست که پاسخ ترکیه به این درخواست جو بایدن چه خواهد بود. و این هم چند خبر اقتصادی.
شما را از باشندگان شهر کابل، مجلس نمایندگان و حکومت را به خیانت به مردم متهم می کنند و می گویند که مجلس و حکومت در تصویب قانون منع احتکار و انحصار کوتاهی کردند. در همین حال وزارت عدلیه می گوید که در حدود 1.5 سال پیش این قانون به مجلس نمایندگان فرستاده شده است، اما هیئت اداری مجلس نمایندگان می گوید که قانون منع احتکار در دوره کنونی به این مجلس فرستاده نشده است. تمیم شهیر گزارش می دهد. شمار از باشندگان کابل نبود قانون منع احتکار و انحصار را از علتهای اصلی کمبود و گرانی گاز مایی می دانند و می گویند که نبود چنین قانون سبب شده است که شمار از بازرگانان و فروشندگان گاز را احتکار کنند. باشندگان شهر کابل حکومت و مجلس نمایندگان را به علت کوتاهی در تصویب قانون منع احتکار و انحصار به خیانت متهم می سازند و می گویند که این مجلس نمایندگان واقعی مردم نیستند. پارلمان هم همین افرادش کسایی است که همین نفرها برشان یک چند هزار دلار که برشان داد بعضی ورق مسئله گاز از زیر ورق ها میبونن، نه کدام صحبت میشه نه دیگه میشه. خواهن اگر بگویم بندی ما نکنن، خواهن استن، خواهن که نباشن، چه مشکلات به مردم پیش میشه پرسان با احساس نمیکنن. هرچند وزارت عدلی از فرستادن قانون منع احتکار و انحصار با وزیر امور پارلمانی سخن میگوید، اما مجلس نمایندگان میگوید که این قانون در دور 15 به مجلس فرستاده شده بود، اما در دور 16 این قانون به مجلس فرستاده نشده است. قانون منع احتکار به اساس ضرورت جامعه و به صورت فوق العاده در دستور کار وزارت عدلی قرار گرفت در سال 89 و در سال 89 مورد تایید شورای وزیران قرار گرفت و در جوزه سال 89 ما ذریع مکتوبی فرستادیم به وزارت دولت در امور پارلمانی برشان تذکر دادیم تا که قانون نه از طریق خود و شورای ملی به خاطر تصویب بفرستن. اولسی جرگه در آغاز دوره 16 تقاضا میشه که قوانینی که در اولویت است و نیازمندی بیشتر به این قوانین محسوس است، این قوانین باید هرچی زودتر به اولسی جرگه معرفی شود. که متاسفانه قانون منع احتکار تا هنوز در اولسی جرگه ارسال نشده. ما عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اولسی جرگه هستم، متاسفانه چنین قانونی بریم اولسی جرگه نرسیده. باشندگان کابل از مجلس نمایندگان میخواهند تا هر چیز زودتر قانون منع احتکار و انحصار را تصویب کند تا از احتکار مواد اولیه و بلند رفتن قیمت ها جلوگیری شود. گفتنی است که با تلاش های زیاد نتوانستیم بفهمیم که طرح این قانون مهم تجارتی هم اکنون در کدام مرجع است. صندوق ابتکار تجاری افغان آن شرکت‌های خصوصی را که بهترین طرح اقتصادی را در کشور ارائه کنند از 100,000 تا 1,000,000 دلار کمک می‌کند. این نهاد که به تازگی با کمک بریتانیا ساخته شده است می‌گوید که این پروژه 9,000,000 دلار ارزش دارد و می‌تواند شمار زیادی از شرکت‌ها را در کار سرمایه‌گذاری کمک کند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. مسئولان صندوق ابتکار تجاری افغان میگویند که این نهاد شرکت‌هایی را که در بخش‌های باغداری، دامداری، قالین بافی، تولید فرنیچر، استخراج معادن کوچک و تولید دارو کار می‌کنند کمک خواهد کرد تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌هایشان را در این بخش‌ها گسترش دهند. به گفته مسئولان این صندوق در گام نخست شرکت‌ها طرح‌هایشان را به این نهاد می‌فرستند و شرکت‌هایی که بهترین طرح‌ها را در زمینه سرمایه‌گذاری‌هایشان ارائه کنند از 100,000 تا 1,000,000 دلار به گونه رایگان داده خواهد شد. به شرایطی میتیم که مثلا ببینیم که او پروژه سکتور خصوصی چقدر پایدار است و سودمند است. اول برای خود شرکت و دوم به مردم افغانستان. از سوی همه‌داری حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان این پروژه را در رشد سرمایه گذاری ها در افغانستان سودمند میداند. یک رقابتی هم ایجاد خواهد شد بین شرکت های مختلف به خاطر کیفیت امو درخواستی که اینا میکنن به مو سرمایه گذاری مشخص. مسئولان صندوق ابتکار تجاری افغان میگویند که این پروژه تنها شرکت های کوچک و متوسط را زیر پوشش قرار میدهد. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 48 افغانی با 70 پول، یک یورو 64 افغانی با 80 پول، یک درهم امارات 13 افغانی با 20 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 35 افغانی با 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 551 افغانی.
فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 3. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. و سرانجام در شهر ایراد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.